به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین سلام و درود خدمت همه شما عزیزان به مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک صنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه وارد درس شویم شماره واتساپ ما را یادداشت کنید شماره واتساپ ما هشتاد 255 40 13 شما توانید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید اگر آماده هستید درس امروز با هم آغاز کنیم خب شاگردای عزیز در جلسه دهم ده قرار داریم فصل چهارم شروع کرده بودیم با موضوع فشار امروز قصد داریم دو موضوع رو با هم دیگه بررسی کنیم یک اصل بسیار مهم در فیزیک به نام اصل پاسکال با هم دیگه یاد میگیریم و در ادامه ماشین های هایدرولیکی که بر اساس اصل پاسکال اینا ساخته میشن این هم مورد بررسی قرار میدیم اما قبل از شروع درس جدید مروری بر درس جلسه قبل داشته باشیم در جلسه قبل ما در رابطه با فشار اتمسفیر و فشار مایا صحبت کردیم یادتان هست دیگه خب فشار اتمسفیر چی بود شاگرد عزیز گفتیم که اطراف کره زمین یک قشری از هوا فرا گرفته که مخلوطی از گازهای هیدروژن، نایتروژن، اکسیژن و دیگر گازهای خب کارش چیه کارش این بود که کره زمین از تشعشعات مضر محافظت میکنه همی اتم بر هر جسمی که روی کره زمین قرار داره یک فشار را وارد میکنه و در جلسه قبل گفتیم که هر یک اتم برابر با چند پاسکال بود شما بگید آفرین برابر با یکصد هزار پاسکال بود و یک سوال دیگه پرسان کنیم با افزایش ارتفاع فشار اتم چه تغییری میکرد اگه یادتان باشه با شکل در جلسه قبل توضیح دادیم آفرین هرچی ارتفاع ما زیاد شود فشار اتم کم و کمتر میشه اما در رابطه با فشار مایعات شاگرده عزیز گفتیم فشار مایعات به چه عواملی بستگی داشت؟ آفرین به سه عامل یک کسافت مایع هرچی کسافت مایع بیشتر فشار مایع بیشتر دو به ارتفاع از سطح آزاد مایع یا عمق مایه دیگه سه, سه یعنی هر چی عمق مایع بیشتر باشه فشار بیشتره سه به قوه جاذبه زمین و این سه تا عامل بستگی داره و به شکل ظرف اصلا بستگی نداره شما هر ظرفی با هر شکلی که مایع را داخل اون ظرف قرار بدید همون فشار ایجاد میکنه پس به شکل ظرف بستگی نداره اما در این جلسه اصل بسیار مهم پاسکال قراره با همدیگه یاد بگیریم با ما همراه باشید اصل پاسکال چه میگه شاید عزیز؟ میگه که اگر به مایه فشاری وارد شوه مایه عین فشار به تمام نقاطی که با مایه در تماس هستند من جمله دیواره ها یا جداره های ظرف یا کف ظرف عین فشار وارد میکنه خب بیشتر توضیح بدیم یک شخص رسم کنیم خب یک ظرف داریم ظرف ما به این شکل هم. داخل این ظرف یک مایه قرار میدیم آب قرار میدیم یا شربت یا تل هر مایه که مد نظر شما هستن. یه هم سطح آزاد مایه هم. یک جسمی روی سطح آزاد مایه قرار میدیم مثلا کتله جسم هست 40 کیلوگرم. سعی شد؟ خب این وزنه که شما این قرار دادین یا جسمی که قرار دادین یک وزن داره دیگه سعی است این وزن یا قوه وزن یک فشار را بر سطح مایه وارد میکنه در جلسات قبل یاد گرفتیم خب قانون پاسکال چی میگه میگه همین فشاری که اینجا ایجاد میشه مایه این فشار میگیره با همه این نقاطی که با مایه در تماس هستن عین فشار وارد میکنه مثلا این جداره های ظرف عین فشار میگیره یا کف ظرف عین فشار دریافت میکنه اما کاربردهای از چیه؟ ما از قانون پاسکال در ساختن ماشین های هایدرولیکی در ساختن بریک موترها از این استفاده میکنیم کاربورت های خیلی زیادی در زندگی روزمره ما داره به عنوان یک کار خانگی را به بش... شما میسپاریم که کاربردهای های دیگه قانون پاسکال برای ما پیدا کنید و به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید یک کاربرد دیگه شما ما و شما میگم در ساخت خمیر دندان ها این خمیر دندان ها از قانون پاسکال استفاده میشه وقتی که شما این خمیر دندان فشار میدین خمیر دندان خارج میشه دیگه صحیح است این بر اساس قانون پاسکال ساخته شده و موارد بسیار دیگه ای که در اطراف خودتان اگر نگاه بندازین میتونین بفهمین که کدام یک بر اساس قانون پاسکال ساخته شده اما ما گفتیم که یکی از وسایلی که بر اساس قانون پاسکال ساخته میشه ماشین های هایدرولیکیه پس ماشین های هایدرولیکی اگر از شما سوال پرسان شد که بر اساس کدام اصل کار میکنه میگین بر اساس اصل پاسکال یا بر اساس انتقال فشار در مایعات خب یه قانون پاسکال روی ماشین های هایدرولیکی با همدیگه بیشتر بررسی کنیم به شکل توجه کنید خب این شکل توجه کنید شاگرد عزیز ما اینجا یک پیستون کوچیک داریم پیستون کوچیک مایه و در این سمت هم یک پیستون بزرگ داریم صحیح است پیستون کوچیک ما یک سطح مقطعی داره ای یک و پیستون بزرگ ما هم یک سطح مقطعی دیگری داره ای دو صحیح است و ما اینجا هم مایه داریم داخل ظرف مایه ای تا اینجا کار اگر ما بر سطح پیستون یک قوه وارد کنیم مثلا قوه اف یک به اینجا وارد میکنیم اف یک سهیسته؟ خب این قوه اف 1 که به صورت عمود بر سطح پیستون ای یک وارد شده ایجاد چی میکنه؟ آفرین بر شما ایجاد فشار میکنن دیگه سعی است بر اساس فرمول فشار که در جلسات قبل یاد گرفتیم پس یک فشار پی یک به سمت پایین اینجا ایجاد میشه این تا اینجا ای کار قانون پاسکال چی میگفت؟ میگفت اگر بر مایه فشار وارد شود این مایه همین فشار را به تمام نقاطی که با مایه در تماس هستن وارد میکنه من جمله پیستون سمت راست ما سعی است خب پس همه فشار اینجا هم وارد میشه یک فشار پی 2 اینجا وارد میشه وقتی که فشار برای پیستون ما که سطح مقطعش ای دو هسته وارد میشه یک قوه ای فی به سمت بالا وارد میشه و این پیستون ما به سمت بالا حرکت میکنه به سمت پایین حرکت میکنه و این پیستون هم به سمت بالا خب حالا چی نتیجه میتونیم بگیریم؟ فرمول محاسبه ما چی میشه؟ گفتیم که طبق قانون پاسکال فشار یکیه دیگه پس می میتونیم بینیم P1 مساوی است با P2 طبق قانون پاسکال پس از اینجا نتیجه میگیریم P1 فرمول معادله چیه است؟ P1 میشه F1 بر A1 دیگه در جلسات قبل ما فرمول فشار رو گفتیم چی بود؟ قدری که به صورت عمود بر ساد وارد میشد دیگه خب حالا به جای P1 قرار میدیم چی؟ F1 بر A1 مساوی است با. بجای پ 2 چه قرار میدیم؟ فشار سمت راست قرار میدیم. F2 بر A2. F2 دو. دو بر A2. پس ما برای حل مسائلی که در قسمت ماشین‌های هیدرولیکی وجود داره از این فرمول استفاده می‌کنیم. F1 بر A1 مساوی میشه با F2 بر A2. ای خب این فرمول رو به خاطر داشته باشید تا چند تا مثال با همدیگه حل کنیم. خب مثال با همدیگه میخوانیم اگر بالای پیستون کوچک در یک ماشین هایدرولیکی قوه 400 نیوتن وارد گردد در صورتی که سطح پیستون کوچک 0.1 متر مربع و سطح پیستون بزرگ 1 متر مربع باشد قوهی که به پیستون بزرگ وارد میگردد چند نیوتن است خواهید سوال با رسم شکل با هم حل میکنیم خب شکل با هم یک شکل رسم میکنیم یک ماشین هایدرولیکی رسم میکنیم اینجا پیستون کوچیکی ما قرار داره و اینجا هم پیستون بزرگ قرار داره اطلاعات مسئله رو روی شکل مینویسیم با هم دیگه گفته اگر بالای پیستون کوچک پیستون کوچک ما اینجا دیگه قوه 400 نیوتن وارد شود پس اینجا میتونیم بنویسیم می که F1 مساوی است با 400 نیوتن صحیح شد در صورتی که سطح پستون کوچک صفر اشاره یک متر مربع باشد پس a یک را هم به ما داده صفر اشاره یک متر مربع و سطح پستون بزرگ ای پستون بزرگ مایا سطحش به ما داده a دو مساوی میشه با یک متر مربع قوهی که به پیستون بزرگ وارد میگرده ده گفته حساب کنید یعنی F2 از ما خواسته خب فرمول محاسبت چی بود شاگرد عزیز شما بگید شما بگید من بنویسم f1 بر a1 مساوی است با f2 بر a2 خب ادامه میدیم f1 که سوال به ما داده 400 نیوتن پس قرار میدیم 400 نیوتن بر a1 هم به ما داده 0.1 0 اشاریه یک مساوی است با اف دو مجهول دیگه باید دریافت کنیم پس اف دو رو منویسیم اف دو بر ای دو هم که به ما داده یک صحیح شد خب یک طرف این وسط این اینکه اینجا انجام بدیم سوال حل میکنیم و چه صورت میشه؟ میم 400 ضرب در یک 400 اف دو ضرب در صفر اشاری یک میشه صفر اشاری یک در اف دو خب ادامش شد اینجا منسوم اف دو رو خواستیم دریافت کنیم اف دو مساوی میشه با طرفی معلوم ما 400 بر ضریب مجهول ما هم صفر اشاریه یک هسته اگر شما ای تقسیم انجام بدین این برابر با 4000 نیوتن میشه پس جواب سوال ما چی شد؟ 4000 نیوتن این سمت هم منسیم 4000 نیوتن این شد از جواب سوال ما اگه رو بخوایم بیشتر بررسی کنیم شاگردای عزیز به صورت بررسی میکنیم که فرض کنید شما یک موتر اینجا قرار میدین است، خب وقتی که میخواین این موتر با ماشین های هایدرولیکی بالا ببرید دیگه روی پیستون قرار دادین میخواین بالا ببرید شما اینجا یک قوه کم وارد کردید 400 نیوتن دیگه خب این موتر شما سنگینه دیگه این که این موتر باید به سمت بالا ببره باید قوای خیلی زیادی باشه دیگه شما مشاهده کردید قوایی که ما دریافت کردیم چقدر بود؟ چهار هزار نیوتن بود پس یک قوه کم وارد کردیم و یک قوه کم با چهار هزار نیوتن این موتر را به سمت بالا حرکت داد خب سوال بعدی را با هم دیگه میخوانیم در یک ماشین هایدرولیکی سطح پیستون کوچک یعنی A1 مساوی میشه با دو سانتی متر مربع و سطح پیستون بزرگ یعنی A2 برابر با چهل سانتی متر مربع است برای بلند کردن جسمی به کتله یک هزار کیلوگرم چقدر قوه ضرورت داریم؟ خب این سوال با همدیگه حل کنیم ببینیم که چه قسمی حل میشه خب شاید عزیز باز هم یک ماشین هایدرولیکی با همدیگه رسم کنیم سعی کنید در حل مسائل فیزیک از رسم شکل استفاده کنید که خیلی حل سوالات برای شما راحت میکنه پس یک ماشین هایدرولیکی ساده اینجا رسم میکنیم به این صورت این پیستون کوچکی مایه و این هم پیستون بزرگه خب سوال چی گفته؟ سطح پیستون کوچک ای یک دو سانتیمتر مربع پس اینجا قرار میدیم ای یک مساوی میشه با دو سانتیمتر مربع سطح پیستون بزرگ یعنی A2 چهل سانتی متر مربع است پس A2 رو هم قرار میدیم چهل سانتی متر مربع سعی شد برای بلند کردن جسمی به کتله یک هزار کیلوگرم پس یک جسم دارم که کتلش یک هزار کیلوگرمه این رو میخوام بلند کنم پس مسلما باید روی پیستون بزرگ قرار بدم دیگه پس این جسم قرار میدیم اینجا فرض کنید که ये जेस ما روی پیستون بزرگ قرار دادم کتنش هست یک هزار کیلوگرم. میخوام میره بلند کنم گفتم ما چقدر قوه ضرورت داریم دیگه سهیسته؟ خب این سوال با هم دیگه حل میکنیم فرمول محاسبه رو اول مینویسیم فرمول چی بود شما به ما بگین؟ F1 بر ای یک مساوی میشه با اف دو بر ای دو اف یک مجهوله چرا چون گفته چقدر قوه ما باید بر سطح پیستون کوچک وارد کنیم تا جسم بالا رود دیگه پس اف یک مجهوله قرار میدم اف یک مجهول ای یک ای یک به ما داده دو سانتی متر مربع شاگرده عزیز یک سوال پرسان کنم آیا لازمه که ما اینجا تبدیل واید انجام بدیم یعنی دو سانتی متر مربع به متر مربع تبدیل کنم یا خیر آفرین نیازی نیه چون که در هر دو سمت مساوات دیگه های ما یکی میشه دیگه پس همین دو را قرار میدم F2 چه قصه؟ F2 اینجا قرار داره دیگه سعیسته روی پیستون بزرگ کتله جسم به ما داده یک هزار کیلوگرم. اما ما کتله رو نمیخوایم دیگه ما قوه اینجا قرار بدیم یعنی F2 از جنس قوه باید باشه پس یک هزار کیلوگرم ما باید وزنش دریافت کنیم در ساعت قبل ما یاد گرفتیم که بین کتله و وزن تفاوت وجود داره دیگه پس اینجا کتله رو ما داده ما یک ضربه در ده که انجام بدیم چه اتفاق میفته وزنش دریافت میشه پس یک هزار ضربه در ده انجام میدم برابر میشه با چند؟ ده هزار است؟ خب ایی دورم که به ما داده 40 سانتی متر مربع نیازی به تبدیل واحد گفتیم نداریم چون هر دو سمت تسا... مساوات ما یک وایده به خودش گرفته دیگه خب حل سوال راحت شد دیگه اف1 مجهوله از این رابطه میتونیم بگیم که 40 تا اف1 مساوی میشه با 1000 ضرب در ده هزار ضرب در دو اگه شما انجام بدین برابر با 20 هزار میشه دیگه خب اف 1 دریافت میکنیم میگیم که F1 مساوی میشه با 20 هزار بر چهل دیگه خب این تقسیم انجام بدین شاید عزیز چند میشه میگیم که اگر ما دو تقسیم بر چهل کنیم چند میشه پنج میشه سیسته دو سفر هم که اینجا داریم قرار میدیم پس برابر با پانصد نیوتن میشه ما اگر اینجا روی پستون کوچک خودمان قوه F1 مساوی با 500 نیوتن وارد کنیم توانیم که جسمی که کتلش 1000 کیلوگرم است را به سمت بالا حرکت بدیم خب یک مثال دیگه هم با همدیگه بزنیم این با همدیگه حل کنیم تا تسلط پیدا کنیم بر قسمت ماشین های هایدرولیکی خب به شک توجه کنید باز هم یک ماشین هایدرولیکی ساده برای خودمان رسم میکنیم پیستون بزرگ و پیستون کوچک پیستون کوچک سطح مقطع پیستون کوچک به ما چند داده سطح مقطع پیستون کوچک به ما مثلا داده چهار سانتی مربع سطح مقطع پیستون بزرگ یعنی ای دورم به ما داده 8 متر 8 سانتی متر مربع خب قوه اف 1 هم به ما داده گفته که قوه اف 1 شما برابر است با 400 نیوتن و طبق ازی گفته که قوه اف 2 رو دریافت کنید صحیح است خب او اف دو رو دریافت کنیم طبق فرمولی که در قسمت ماشین های هایدرولیکی داریم باز هم فرمول از اول می تا متوجه شوین میگیم که طبق اصل پاسکال اینجا فشاری که ایجاد میشه عینا به تمام نقاط از جمله پیستون بزرگتر وارد میشه دیگه سایسته پس اینجا وقتی که قوه F1 بر سطح یک وارد میشه و فشار p ایجاد میشه همین فشار به پیستون A2 منتقل میشه پس میگم که P1 مسئول با P2 تبدیل عکسی پاسکال. P1 میشه F1 بر A1. P2 هم میشه F2 بر A2 دیگه. سعی سه, سه؟ خوب F1 به ما داده 400 نیوتن. A1 داده 4. F2 مجهوله برای ما. و A2 ای ای هم هست برابر با 8. خب اف 2 مجهولم طرف این وسطاً انجام میدیم میگیم 4 تا 2 مساوی میشه با 8 ضرب در 400 و این صورت میدونیم که اختصارمون راحت شه 8 ضرب داره 400 دیگه سیسا خب اختصار انجام میدیم میگیم که 4 و 4 1 8 و 4 برابر با 2 میشه اف 2 مساوی میشه با دو تا 400 تا پس اف 2 برابر میشه با 800 نیوتن دیگه نتیجه ای که باز میخوام از این سوال بگیرم شاگردای عزیز اینه که همیشه قوه‌ای که بر پیستون کوچک وارد میشه کوچکتر از قوه‌ای که بر پیستون بزرگتر وارد میشه خب شاگردای عزیز درس امروز ما هم به اتمام رسید ما در این جلسه در رابطه با اصل پاسکال و همچنین ماشین های هایدرولیکی که بر اساس اصل پاسکال ساخته میشن با شما عزیزان صحبت کردیم خب اگر سوالی در رابطه با این دست دارید به شما شماره برای ما روان کنید شماره ما هست دو سف نو سد و و شما سوالات خودتان روان کنید ما حتما پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپارم موفق پیروز و سربلند باشید